یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران روز شنبه رشد اقتصادی ایران را نزدیک به صفر عنوان کرد و گفت برای آنکه رشد اقتصادی به چهار تا پنج درصد برسد باید به تدابیر ویژه در اقتصاد کلان در کنار فعالسازی دیپلماسی خارجی و بهبود فضای کسب و کار توجه خاصی شود به گزارش خبرگزاری فارس آقای آل الزام رسیدن به رشد اقتصادی بالا را آسیب شناسی مسائل داخلی و خارجی عنوان کرده است همکنون اقتصاد ایران در منگنه تحریم های بین المللی قرار دارد و بیشترین بار انتقادات از سوی مجلس شورای اسلامی و فعالان بازار در مورد وضعیت بحرانی اقتصاد ایران به سمت دولت در جریان است در چنین فضایی خبرگزاری فارس از قول معاون بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران یادآور شده که اقتصاد ایران با افزایش قیمت ها در کنار کاهش رشد اقتصادی روبروست این مقام از بین رفتن تمایل به خرید در کنار از دست رفتن رقابت تولید داخل با واردات و تعطیلی و نیمه تعطیلی واحدهای تولیدی را از جمله اثرات رکود تورمی موجود در اقتصاد ایران عنوان کرد وی همچنین با اشاره به کسری بودجه دولت گفته در برخی از سالها کسری بودجه دولت حتی به 85 درصد هم رسیده است در حالی بحث کسری بودجه بالای دولت از سوی اتاق بازرگانی مطرح می شود که اتاق بازرگانی تهران هفته گذشته از بدهی دیویست میلیارد دلاری دولت به بنگاه های اقتصادی خبر داد در این میان جمشید عدالتیان عضو اتاق بازرگانی در گفتگو با ایلنا افزایش میزان نقدینگی منفی شدن رشد اقتصادی تورم بیش از حد و بیارزش شدن ریال را از جمله مواردی عنوان کرده که مردم ایران را قافل گیر کرده است پیشتر اسدالله اسکرولادی عضو اتاق بازرگانی ایران در تمام دوره های بعد از انقلاب در گفتگو با خبرگزاری ایلنا آنچرا که تعامل با غرب نامیده راه حل رفع مشکلات اقتصادی ایران نامیده است وفا آذربهاری صدای آمریکا